درود بر شما. 27 آبان ماه 1401 خورشیدی و 18 نوامبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به امتحانی که هم حکومت داد و هم مردم در این سه روز گذشته در میدان جنگ استبداد و آزادی در ایران. میپردازیم به حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، و به معرفی دیجی کالا. قبل از هر چیز عرض کنم خدمتتون که شاهرخ، هنرمندی که خواننده و آهنگسازی که هم بیان بخش از نوستالژی ماست در موسیقی پاپ ایران و هم تو چهار دهه گذشته برای آزادی ایران از استبداد مذهبی ترانه های بسیار خونده، بیش از 8 ماه، شاید نزدیک 1 ساله که در بستر بیماری است و البته با موفقیت دیگه داره دوره بهبود و پشت سر میذاره. تقدیمی این هفته از اوست، تقدیمی به جوانان ایران. درود گرم من به جوانان غیور ایرانی. پیشانی یکایک شما رو میبوسم. دیدم در این روزهای آخر، یعنی در همین روزهایی که خیلی مهمه، من با شما نباشم، خودم رو به شما نرسونم، حرفم رو با شما نزنم، دیدم در پوستم نمی گنجم. تصمیم گرفتم که در همین تخت خوابی که هستم بهتون بگم شما منو زنده کردید. به شما میبالم، به شما سرفرازم. ملت بیاید بیرون، بیاید پشت سر این جوانها بیستید. خواهش میکنم بیاید بیرون پشت سر این جوانها بیستید، چون این رژیم فسیل بلا فاصله فرو خواهد ریخت و شما خواهید دید که فرو خواهد ریخت و نگذارید یک به یک این جوانهای ما رو این بسیجیان با تیر بزنن و از بین ببرن. نگذارید این اتفاق بیفته. میبوسم یکایک شما رو، با شما هستم، با شما خواهم بود، همچنان که گفتم زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. میبوسمتون، پیروز و سرفراز باشید. هر لحظه با شما هستم، تا پیروزی ایران از جا نمی نشینم، چون شما منو زنده کردید، من رو زنده کردید و من با هر بیماری می جنگم و برای شما بهترین آهنگ ها رو دارم می خونم، دارم بهترین آهنگ ها رو آماده می کنم برای شما عزیزانم که در کنار شما در وطنمون در ایران سربلند باشیم. 64 روز بیوقف به جنگ و گریز خیابانی مردم و مزدوران حکومت، برآمد جنبش دانشجویی با تظاهرات ضد حکومتی، اعتصاب کسبه و بازار در کلان شهرها و بسیاری شهرهای دیگه، سنگربندی خیابانی معترضان در پایتخت، حتی فرار مزدوران مسلح از رویارویی با مردم بی سلاح، اینا در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است به لحاظ بی وقفه بودن و تداوم تصاعدیش. در واقع در انقلاب 57 هم 64 روز حضور بی وقفه خیابانی مردم معترض به کل نظام حکومتی رو نداشتیم. هرچه زور مادی و معنوی حکومت استبداد بیشتر باشه، که فاشیزم مذهبی تجسم این پرزوری مادی و مذهبی است، به طور طبیعی رویارویی مردم هم برای سرنگون کردنش سنگین تر میشه و به جنگ خیابونی تبدیل میشه. این جنگ خیابونی که تو این 3-4 روز اخیر شاهدش بوده ایم، اعتصاب کارگران صنعتی هم وقتی شروع میشه در واقع زنگ زورخانه مردمه که به صدا در میاد. ببینیم 25 و 26 آبان ذوب‌آهن اصفهان. بیا
این سیل و خروش کارگران صنعتی است که بنیان حکومت اسلامی رو در هم میپیچه. هرچه پیش میره گسترده تر و سنگین تر میشه و به همین دلیل با بیرحمی تمام حکومت میکشه و به شیوه تکراری میگه کار تروریست ها بود. آنچه 25 آبان در ایزه اتفاق افتاد یکی از بیرحمانه ترین جنایت های جمهوری اسلامی بود در طول تاریخ حکومتش. تیراندازی مستقیم به مردم و به خودروهای عبوری، حاصل بیش از 10 کشته. اسامی که تا الان به دست ما رسیده از کشته شده ها: علی مولایی، اشرف نیکبخت، شریعتی مقصودی، آرتین رحمانی، کیان پیر فلک و 4 گل پرپر شده دیگه. زخمی ها افزون بر 10 نفر. کیان پیر فلک یا کیان پیر فلک فقط 9 سال داشت. امشب 25 آبان ماه 1401 جنازه بیجان و محسوم کیان پیر فلک که همراه پدرش در حال رفتن به منزل بود توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. ماشین ایشان از 4 طرف مورد حمله قرار گرفته. این نتیجه جمهوری اسلامیه، این نتیجه جمهوری اسلامیه. واقعا این طفل معصوم چه گناهی کرده که بلا رو روزش بیارین؟ این تیراندازی مستقیم به مردم و به خودروهای عبوری با نقشه قبلی انجام شد تا همونطور که گفتند بگویند کار تروریست ها بوده و ما هم 3 تاشون رو تا حالا گرفتیم. هم قبول کردن از حکومت تروریست جمهوری اسلامی و با سابقه ای که داره. کسایی که در این نقشه و این جنایت دست داشتند، من باید اسماشون رو بخونم با سمتهاشون و یکم خواهش میکنم تحمل کنین، چون مخصوصا برای مردم ایزه بسیار مهمه که بدانند. برزو احمدی، رئیس سابق اطلاعات ایزه، آبادان و شوشتر. مجید محمدی، عضو اطلاعات سپاه در ایزه. حسین پور، عضو اطلاعات سپاه در ایزه. رحمان مرادی، عضو نیروی انتظامی. مهری یا مهری، عضو نیروی انتظامی. آروین، عضو نیروی انتظامی. طاهر حسینی، رئیس پلیس اطلاعات و اماکن ایزه. محمود شاپوری، معاون پلیس اطلاعات و اماکن ایزه. اسقر بندری، عضو پلیس اطلاعات و اماکن ایزه، آدرس منزل خیابان گنجشگیر، کوچه رمضان. فرزاد مرادی، رئیس سابق صنف میوه و تربار. کیانی، مسئول حراست شهرداری ایزه و همچنین خواهرزادهش محسن کیانی، کارمند پوششی اطلاعات سپاه در شهرداری ایزه. قاسمی، عضو پلیس اطلاعات و اماکن ایزه. او از عربهای کمری روستای کلدوزخ ایزه است یا کلدوزخ. کامیار باقرپور، فرزند محمد، عضو اطلاعات سپاه. علی اکبر بندری، کارمند و همچنین مسئول بسیج شهرداری ایزه. سروان خلفیان، رئیس کلانتری 11 ایزه. میر علایی، لباس شخصی کلانتری 11 ایزه. علی کیانی قلعه سردی، کارمند فرمانداری. علی کیانی، باز معاون اسبق فرمانداری ایزه در دوران نمایندگی حجت الله درویشپور در مجلس. ایزد کیانی، بسیجی فعال و سرمایه گذار در حوزه های داروسازی و کالا پزشکی. رسول حسینزاده، بسیجی فعال، آدرس منزل همون خیابان گنجشگیر. رضا یا محمد امیری، فرزند مصطفی، اهل باغ ملک. عماد موسوی راد، عضو پلیس اطلاعات و اماکن ایزه. جاوید شیخ، فرزند علی دوست که زمانی رئیس کل دهیاری های کشور بوده، هم اکنون پست رده بالای مدیریت دولتی داره. محمد وفا درویشپور، به اصطلاح عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه و همچنین برادر حجت الله درویشپور، نماینده اسبق ایزه در مجلس شورای اسلامی. او از لیدرهای اطلاعاتی سرکوب است و در ایجاد تفرقه در میان طوائف بختیاری ایزه نقش اساسی داشته و دارد.
محمد وفا درویشپور. کیان ارسی بازجو اطلاعات سپاه ایزه. علی کیانی مزدور سپاه ایزه فعال در سپاه صد لباس شخصی است. آدرس منزل جاده اصفهان کوچه 20 متری. علی کیانی. وحید کیانی قلعه سردی به اصطلاح شاعر و سرکوبگر. اکبر لیموچی از کارشاخکنهای وزارت اطلاعات. ولی الله شاهولی رئیس اطلاعات سپاه ایزه. مراد شمولی رئیس دادگستری شهرستان ایزه. اینا مزدوران حکومت جنایتکاری هستند که این فاجعه 25 و کشتن یه عده بیگناه که بچه 9 ساله‌ای که دیدین دیگه جزوشون بود و بعد با وقاحت تمام بیان بندازن گردن تروریست هایی که ما گرفتیمشون و از جان مردم حفاظت میکنیم. این کارا رو حکومت زمانی میکنه که پایه و مایش رو از دست داده، فقط تقلاهای آخری که داره میکنه. به همین دلیله که میبینیم هر جا تونسته با اعتراضات روبرو بشه با بیرحمانه ترین شکلی سرکوب میکنه. پایش رو از دست داده عرض میکنم، یعنی روستاییان و اقشار مذهبی شهرها و بازار. مبارزه روستاییان برای آب در چند سال گذشته در اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اینا نشانه های رویارویی روستاییان با این حکومتی بوده که همیشه سعی میکرده این 30% جمعیت 85 میلیونی رو از دست نده. تو همین هفته از یه طرف حکومت سعی کرد عده‌ای از روستاییان رو با پول بخره تبدیلشون کنه به مزدور خودش در سرکوب خیابانی که در اصفهان این اتفاق مخصوصا مشهود بود. از طرف دیگه روستاییان هر جا پای مزدوران مسلح به روستاشون باز شد بیرونشون کردن. نمونه روستای قادرآباد در فارس. جمهوری اسلامی بازار رو هم از دست داد. کی فکر میکرد که بازار در قیام سراسری علیه حکومت اسلامی جزو اولین اعتصابی ها باشه؟ بازار تبریز، کازرون، ساری، کرج، شاهینشهر، اصفهان، گرگان، شیراز، عراق، بندر عباس، بندر گناوه، خرمشهر، همه شهرهای کردستان و بازار بزرگ تهران. بازار تهران، بازار بزرگ، امروز 25 آبان. بازاری که یکی از تکیگاه‌های مالی آخوندا بوده و در به قدرت رسیدن آخوندا نقش مهمی داشته، حالا جزو اولین هاست که برای تسریع سرنگونی همین حکومت آخوندا اعتصاب میکنه علی‌رغم تهدیدها و بگیر و ببندها. در واقع دیگه نه فقط تهدید و سرکوب چاره حکومت نیست، تو این جنگ خیابانی و کارخانه‌ای و دانشگاهی مزدورانی رو که بیرحمانه سرکوب میکنن مردم میرن شناسایی میکنن. اینه که هفته پیشم گفتم که حکومت در موضع تدافعی است و این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی است که در موضع تهاجمی است. از رسانه‌های حکومت میان از ترس تنبیه مزدوران به دست مردم آدرس غلط میدن. حالا اون ماجرای ترور رو گفتم، این اطلاعیه رو ببینید در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. تسنیم زده تو دانشگاه اون که تیراندازی کرده یه آدم ناشناس بوده. این آدم مشخصاتشو ببینین دیگه. محمد رضا رحمانیان، آدرسشو من ندارم جلوم، شما بهتر دارین میبینین روی تلویزیون، روی صفحه تلویزیونتون و میتونین بخونین. منم نگاه میکنم همینجوری ببینم اگه آدرس رو دارم براتون بخونم. خب این شخص من آدرس رو متاسفانه همراه هم ندارم. حالا بسیار خوب، هم شماره تلفنش هست هم آدرسش دیگه. ببینین صحبت‌های پویان حسین پور رو بشنوین، معاون سازمان سراج سپاه.
نمیترسه از اینکه شما باش درگیشی بزنیش و و بقیه قصه ها، مقاومت میکنه جلوش. همین دیروز توی خیابون زهیرالاسلام یه خیابونی قطعش میکنه، اونور میخوره به سعدی، از بالای این باغ سپهسالار رد میشه. ما یک ساعت و فکر میکنم روب یک ساعت و نیم اونجا درگیر بودیم توی یه دونه کوچه. همیشه قبلا من به شوخی به رفقا میگم، میگم قبلا ما حمله میکردیم اینا میرفتن، حالا چهار تا سنگم در میکردن، چهار تا ما برد میکردیم، چهار تا چیز دیگه میزدیم میرفتن. این دفعه یک ساعت واستاده نمیره، مقاومت میکنه. حالا غیر از اینکه از بالا و پایین همه جا سنگ میباره سرت، اینو امسال خیلی بیشتر از قبل میبینیم، قبلا هم بود، امسال خیلی بیشتر میبینیم. وارد بعضی از کوچه ها میشید که از استراتژی های طراحی شده دشمن که عرض میکنم خدمت شما، وارد بعضی از کوچه ها میشید، اگر تو این کوچه 30 تا ساختمون داره، 30 تا ساختمون به شما سنگ میزنن. اگر این ساختمون 4 طبقه است، از 4 طبقه به شما سنگ میزنن. بعد دیگه سنگ هم نمیزنن، فیلماش بعضیش منتشر شد دیشب، اینا دیدم بعضی منتشر شده بود، از بالا مثلا گلدون پرت میکردن رو سر بچه‌ها، اتو پرت کردن، اتوی مثلا خونه رو برداشت بود پرت کرده بود پایین، بشکه پرت کردن پایین، نیمکت پرت کردن پایین، صندلی پرت کردن پایین. این پویان حسین پور معاون سازمان سراج سپاه بود که داشت درباره اغتشاشگرا حرف میزد، از پیشوا تا اون لایه نازک که دوربرش و این لاتولیتایی که موندن، اینا همه به اونایی که صندلی و اتو پرت میکنن پایین، از 30 تا خونه ای که یک کوچه داره، از همه 30 تا خونه میریزن رو سر این مزدورا، اونا اغتشاشگران. بعد این مزدورا، اینا من نمیدونم چی چی گران. پاسخ به فراخوان عمومی برای اعتراض سراسری و اعتصاب از روز 24 آبان در سومین سالگشت قیام خونین آبان 98، این پاسخ عمومی به همه نشون داد که این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی هم رهبری داره هم هماهنگی داره در داخل ایران. دیدین فراخوان در شبکه‌های اجتماعی، در شبنامه‌ها و تراکت‌هایی که از چند روز قبل آماده و پخش شد، در این فضای به شدت امنیتی، این نقطه عطفی بود در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استبداد. کمیته های اقدام محله ها و پیوند این کمیته ها در حضور سراسری، مگه میشه این پیوند کمیته ها در حضور سراسری وجود نداشته باشه و ما واقعیت انکار ناپذیرش رو نبینیم، آنچه که در 4 روز گذشته دیدیم. از خلاقیت هایی که من هفته پیشم اشاره کردم، از خلاقیت های انقلابی این دوره شبنامه اطلاعات، با همون سبک و لوگویی که نزدیک 100 ساله با این روزنامه اطلاعات منتشر میشه. تو لوگوی شبنامه اطلاعات نوشتن روز شمار انقلاب و در پیشانی کانال تلگرامی همین شبنامه اطلاعات و توییتر و اینستاگرامشون نوشتن اکثر جامعه دسترسی به اینترنت و اطلاعات ندارند، اطلاعات را چاپ کنید و در شهر پخش کنید، اگر نه در فضای مجازی نشر دهید. آنچه نسل جوان و نوجوان کشور را با خونریزی هر روزه به مقابله با این حکومت کشونده، واقعیت جمهوری اسلامی است. یعنی تا جمهوری اسلامی و اصول بنیادیش هست، این مبارزه ناگزیر ادامه داره، مبارزه مرگ و زندگی است. حکومت به هیچ وجه از اصول خودش که یکی از مهمترین هاش تحمیل هویت زن به عنوان خدمت رسان به مرد عقب نشینی نمی کنه. تو همین یک ماه گذشته باز بحث، ببینین تو همین یک ماه گذشته، تو همین جنبش انقلابی یه زن زندگی آزادی، باز بحث موتور سواری زنان در محافل مهم حکومتی بین علمای اعلام در حوزه علمیه و تو مجلسشون مطرح میشه. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور با اشاره به اینکه فرقی بین موتور بنزینی و برقی وجود ندارد گفت قانون فقط مردان را به شرط داشتن گواهینامه مجاز دانسته که با موتورسیکلت رانندگی کنند.
او در مورد حق موتورسواری برای زنان افزود قانون در این باره سکوت کرده و ما هم سکوت میکنیم. قانون گفته هر کسی که گواهینامه موتورسیکلت دارد میتواند رانندگی کند، اما هیچ خانمی گواهینامه موتورسیکلت ندارد. اینجا نه بحث حجابه، نه بحث موسیقی یا آواز خوندن تک صدایی زنانه و چیزایی که به هر حال اسلامو نابود میکنه، بحث اینا نیست. روندن موتور حالا با چادر و چاخچور میگه نمیشه، یک ذره عقب نشینی نمیشه. اونایی که میگن حکومت موقعی که میبینه داره میفته از این اصول عقب نشینی میکنه، توجه بفرمایند. محدود کردن زن از زندگی اجتماعی از جمله حجاب اجباری یکی از اصول فاشیسم اسلامی است که بر مردم تحمیل شد و به همین دلیل هم مبارزه با اون شد سکوی پرش این جنبش انقلابی. که بله، امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان را نگفتن، هر صدی خود ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست، شراب هم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره، این حرف شد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. ما اصلا کاری نداریم که ربا حرامه اما حکومت اسلامی در همین اسلام ربا حرامه اما حکومت اسلامی به واسطه بانکاش بزرگترین رباخار اسلام و مسلمینه. کاری نداریم که دزدی از بیت‌المال و خیانت به مسلمین از هر گناهی بالاتره، اما نظام مقدس دوسالاری رو در تمام ارکانش حاکم کرده که چی بگم، موضوع 10 سال برنامه‌های همین صفحه آخر گزارش مستند بخشی از این فساد حکومت اسلامی بوده. به هیچ کدوم اینا کاری نداریم. به همین موضوع خواست و انتخاب شخصی انسان بپردازیم. خامنه ای میگه خواست شخصی حرام الهی است و حکومت به حکم شارع مقدس جلو حرام الهی رو میگیره. شارع مقدس میگه حجاب اجباری است. این اجبار هویت جمهوری اسلامی است. مشکل حکومت دینی این است که مدنیت، حقوق فردی و شهروندی عملا وجود نباید داشته باشه، وجود نداره. حتی به صراحت میگن این همین اواخر فرمودند که این انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و غیره که اینقدر بهش مینازیم، مثلا میگیم ما دموکراتیم، همش کشک رأی و نظر مردم، حتی با هدایت و کنترل حکومت هم هیچ موضوعیتی نداره. رسما در سیماشون دیگه حقیقت رو میگن. اینکه خمینی وقتی گفت میزان رأی مردم است، منظورش فقط رأی به جمهوری اسلامی آری بود. عرض کنم خدمت شما این جمله از حضرت امام که میزان رأی مردم است. خب می نویسند همه جا امام میزان رأی مردم است. خب برید ببینید قبلش چی بوده، بعدش چی بوده. اینو اول انقلاب اومدن گفتن آقا تا عده ای از این ملی مذهبی ها اومدن گفتن که تا عرض کنم مردم رأی ندند چیزی قانونی نیست. امام فرمودن در مقام جدال گفتن ما که میدونیم همه هستن، این رأی رو برگزار کنید، رأی گیری کنید. رأی گیری کردن. جمهوری اسلامی 98% دقم رأی آورد. روز 12 فروردین که روز بزرگی است، رأی آورد. امام فرمودن شما که میگویید میزان رأی مردم است، این هم رأی مردم. وقت ما بیایم اینو هم کنیم که میزان رأی مردم است و مردم رأی دادن ما نماز نخونه، مردم رأی دادن ما اسلام نداشته باشه، مردم رأی دادن ما حجاب نداشته باشه. اگر رأی دادن نمیدن که، حالا رأی دادن فرض، باید بپذیریم این رو. این که ایشون حسین جلالی نماینده مجلسشون گفت واقعیت است که فریبکاری اصلاح طلبای حکومتی را هم ضمناً افشا میکنه.
خمینی که میگه اگه در برابر حرام الهی همه مردم بگن آری من میگم نه، 35 میلیون بگن آری من میگم نه، که اون جمله طلاییش دیگه بارها شنیدین، چه اعتقادی به حرف و رأی مردم داشت، چه اعتقادی به خاص مردم داشت. حقوق شهروندی در فاشیسم مذهبی میشه نقض فاشیسم مذهبی. این حقیقت موضوع، نقض جمهوری اسلامی. حقوق شهروندی میشه نقض جمهوری اسلامی. موقعیتی که جوانای امروز رو کشیده کف خیابون که با دست خالی با این حکومت فاشیستی به جنگن، 4 دهه ایدئولوژی حاکم و عمل کرده این حکومت. اون وقت ببینید خامنه ای چه میگوید درباره جوانای مملکت سال 96. جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز، بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها، نسل شما همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند. قدر کدوم موقعیت رو بدانند؟ موقعیت که جمهوری اسلامی تو این 14 دهه بر جوانها ایجاد کرده ایناست، فارغ از هزاران جوان و نوجوان اعدام شده و فارغ از نخبگان زندانی. یه نگاه کلی بکنیم به جمعیت جوان ایران. 70% جمعیت ایران زیر 35 ساله اند و بیش از 70% جمعیت کف خیابون در قیام سراسری زیر 35 ساله اند. اینا دیگه آمارهایی که خودشون میدن. خب این فهمش ساده تر از اونه که خامنه ای بخواد خلاف واقعیت رو به همون لایه نازو که طرفدارانش القا بکنه. همون جمعیتی که جمهوری اسلامی به فلاکت و بی‌آیندگی کشونده، همون جمعیت میاد تو خیابون اعتراض میکنه. سوم مرداد 1401، یعنی کمتر از 2 ماه قبل از شروع این قیام سراسری، آمار رسمی وزارت کار اعلام شد 77% جوانان 15 تا 24 ساله نه شاغلن نه محصل. این آمار ایران را از نظر عدم اشتغال و تحصیل جوانان در رتبه اول جهانی قرار داده است. خب این یک بمب ساعتی است که هر لحظه میتونست زیر پای جمهوری اسلامی منفجر بشه و حالا شده. قابل توجهه که زرقامی از سپاهیان قدیمی که شده وزیر میراث فرهنگی و گردشگریشون درباره نسلی که تو خیابون و مدرسه و دانشگاه دارن همین الان دادخواهی میکنن، میگه در مورد خیلی هایی که در این اختشاشات دستگیر شدند با بازجوی اصلی آنها صحبت کردم. آن فرد گفت من یک عمر بازجویی کردم، از آدمهای درشت سیاسی بازجویی کردم و این چند روز چند صد نفر از افراد را بازجویی کردم. این سخت ترین بازجویی من بود، چون نه من میفهمم آنها چه میگویند و نه آنها میفهمند من چه میگویم. این یعنی شکاف کامل نسل جوان ایران و حکومت که بعد از دهه ها تبدیل شده به دشمنی آشتی ناپذیر. منظورم اینه که این قیام سراسری فقط به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست که جمعیت جوان ایران رو به خیابون آورده. قطعاً پایه و مایش هست، اما اصولاً ناسازگاری تاریخی این حکومت با جامعه جوان ایرانه که نتیجهش بی تردید می شود شکست کامل حکومت در این نبرد تاریخی. تا حالا اسلام رو تو روزه و منبر و مسجد می دیدیم، مسجل نبوده که اسلام زمینی و حکومت اسلامی یعنی چی. حالا این حکومت واقعیت پیدا کرده، نتیجهش رو 14 نشون داده. به این دلیل میگم جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی یک نبرد تاریخی است که نتیجهش بی تردید مشخصه. خب ببینین، یکی از راه‌های مبارزه مدنی تحریمه. مردم شروع کردن به تحریم محصولات میهن که 3 هفته پیش دربارش گفتیم و دیجی کالا که میخواستم هفته پیش بگیم وقت نشد امشب بگیم. هم میهن هم دیجی کالا کلی تقلا کردن که به دروغ بگن حکومتی نیستن.
من یک معرفی میکنم بعد میپردازیم به اصل قضیه. دیجی کالا سال 85 با سرمایه 20 میلیون تومان تأسیس شد. 11 سال بعد در سال 96 ارزش این فروشگاه اینترنتی رسید به 500 میلیون دلار طبق ارزیابی مدیراش. مال دو تا داداش به اسم سعید و حمید محمدی. از وقتی این حبل افشای حکومتی بودن سهامدارا و مدیراش به صدا در آمد، این دو برادر آمدن اطلاعیه دادن که دیجی کالا حکومتی نیست. اطلاعیه دیجی کالا هیچ سهامدار حاکمیتی نداره و کاملا خصوصی است. ما حتی یک سهم، توجه کنین، میخوام بعد سهامدارا رو بگم بهتون، میگه ما حتی یک سهم به هیچ نهاد دولتی و حکومتی مستقیم یا غیر مستقیم واگذار نکردیم. در تمام این سالها همواره روی پای خودمان ایستادیم و فلان و بهمان اینا. خب دیجی کالا دروغ میگن دیگه. اینی که دیدیم فقط عکس ماره. دیجی کالا هم به سپاه وصله، هم به دار و دسته دولت روحانی و جهانگیری و قاسم سلیمانی و خلاصه باند کرمونیا و هم به ستاد اجرایی فرمان ما. چند تا گراف ببینیم که زحمتشو آقای فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار زحمت تهیهشو کشیده. به طور خلاصه نشون میده که به کجاها وصل دیجی کالا. سهامداراش اینان: شرکت سراوا پارس، صندوق سرمایه گذاری اروپایی، بنیانگذاران که سعید و حمید محمدی هن، 5 شرکت دیگه و سهام تشویقی مدیران و کارکنان کلیدی. بعد این شرکت سراوا پارس که یکی از سهامداران عمده دیجی کالاست، 8 تا شرکت مادر و 30 شرکت زیر مجموعه داره. مدیر عاملش کیه؟ آقای، من تمام این اسنادشو بیارم، ایشون علی فیاض بخش، هم عضو هیئت مدیره مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول سپاه پاسدارانه، هم عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبینه که مال ستاد اجرایی فرمان ما. این کیه؟ این مدیر عامل مهمترین سهامدار دیجی کالاست، عمده ترین سهامدار دیجی کالاست. توی هیئت مدیره مؤسسه اقتصاد مبین که ایشون هم که سهامدار دیجی کالاست توش هستن، که عرض کردم زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امامه، جواد اوجی وزیر نفت دولت رئیسی و یه عده دیگه از مدیران ارشد دولتی هم تشریف دارن. یادتون باشه آیارون گفتش که اصلا هیچ کدوم اینا نیستن. توی هیئت مدیره شرکت سراوا پارس یه فیاض بخش دیگه هم هست، احمد فیاض بخش. احمد فیاض بخش که قبلا مدیر شستا بود، بزرگترین هلدینگ اقتصادی جمهوری اسلامی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، دوره احمدی نژاد هم مدیر عامل شرکت تولید و توسعه نیروگاه های کشور بود. پسر ممدلی فیاض بخش وزیر دولت رجایی که سال 60 در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد. بعد تصادف رو ببینین، یکی دیگه از اعضای هیئت مدیره این سراوا بخش، سهامدار عمده دیجی کالا، برادرزاده کسی است که گفتن عامل بمبگذاری در حزب جمهوری اسلامی بوده تو همون سال 60، علیرضا کلاهی صمدی. ایشون برادرزاده محمد رضا کلاهی صمدی است که محمد رضا کلاهی صمدی 8 سال پیش در هلند به دست مزدوران جمهوری اسلامی ترور شد. ببینین چقدر شهر شلوغه. باری یکی دیگه در فهرست اعضای هیئت رئیسه شرکت سراوا پارس که بزرگترین شرکت سهامدار دیجی کالاست، محسن جلالپوره، یکی از رؤسای سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، جزء باند کرمونیا و دار و دسته جهانگیری و قاسم سلیمانی. دو نفر دیگه اعضای هیئت مدیرش هم از مدیران بانک عملا دولتی تجارتن، سعید باجلان و وحید نصابی.
شما ببینین همینجوری تا پایین اون صفحه کاش میرفت و میدیدین بقیه رو. حالا من نمیفهمم واقعا با چه روی ثروتمندان نوکیسه و فرصت جویان مالی زیر دست این نظام فاشیستی که مردم شرکتاشون رو تحریم میکنن میان میگن شرکت ما هیچ ربطی به حکومت نداره. تو همون فهرست شرکت های زیر مجموعه سراب و پارس که 26% سهام دیجیکالا رو یه جا داره، شرکت نوآوران فناوازه. نوآوران فناواز ببینین کارش چیه، اون وقت دیگه امکان نداره که شما برین سراغ دیجیکالا. ببینین مهمات، آتش زنه، اسلحه های گرم مخصوص ورزش، گلوله توپ یا فشنگ اسلحه، راکت، پرتابه، مواد آتشکاری، انواع پرتابه، هفت‌تیرها، اسلحه کمری، خشاب اسلحه، مواد منفجره، صدا خفه کن، سلاح های گرم، تجهیزات آتشبازی، اسلحه های گرم، اسلحه های شکاری، موشک های بالستیک. اینا جزو شرکت، جزو ثبت شده، جزو شرح وظایف و کار شرکت نوآوران فناوازی سهامی خاصه که زیر مجموعه دیجیکالاست که دیدین دیجیکالا اینو منتشر کرد. قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. خدمات دهنده گلوله های ساچمه‌ای و گلوله پینتبال، سلاح های شکاری و پینتبال، لوازم جانبی اونا که هر روز باشون تو خیابونا آدم میکشن، بچه میکشن. خب تحریم این شرکت ها کمک به حفظ جان انسان هاست. سلام، بسته ای که میبینید یه محموله بود برای فروش در دیجیکالا که من دیروز آماده کرده بودم، شامل 20 تا دستگاه، ولی با توجه به اینکه مردم دیجیکالا رو تحریم کردن و تجربه تحریم میهن نشون داد که مردم شوخی ندارن با کسی، منم میدونم فروش نمیره اینا تو دیجیکالا، محموله رو کنسل کردم و دیگه این بسته رو ارسال نمی کنم. خب این تحریم بی تردید مؤسسه‌های تغذیه کننده حکومت و مدیراشو که تو این مؤسسه‌ها مدیر و عضو هیئت مدیره تضعیف میکنه و ادامهش حکومت فلج میشه، حکومت رو فلج میکنه. تجربه موفقی که در بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در دهه 90 میلادی شاهد بودیم. نه اون حکومت‌ها در برابر مردمشون کوتاه اومدن و مردم از همین شیوه ها و از مبارزه خیابونی و مقاومت استفاده کردن، نه جمهوری اسلامی کوتاه میاد. تحریم یکی از وسیله های پیشبرد نافرمانی مدنی در جنبش های انقلابی است. آنچه ما جنبه های دیگرش رو اشاره میکنم میریم جلو، آنچه ما از ورزشکاران شاخص ایران در این هفته و روزهای گذشته دیدیم بخشی است از همین نافرمانی مدنی که دیگه من تکرار نمیکنم. شما قطعا اگر علاقه من به موضوع بودین و امیدوارم امکانش هم داشته باشین، فرصت نداریم من دونه دونه بگم از تیم های ملی که در اقصی نقاط کشور در مسابقات جهانی اعضاش با نافرمانی مدنی از خوندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردن. حالا چند روز دیگه مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر شروع میشه، پرطرفدارترین ورزش در ایران و جهان. طبق رسم فدراسیون جهانی فوتبال از پیشکسوتان کشورهای مختلف دعوت میشه که به عنوان مهمان فیفا به تماشای این مسابقات برن. علی دایی و علی کریمی اولین کسانی بودند که این دعوت رو رد کردند. علی دایی نوشت در این روزها که حال دل اکثر ما خوب نیست، به دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال قطر برای حضور در جام جهانی به همراه همسر و دخترانم جواب منفی دادم که کنار شما در میهنم باشم و همدردی خود را با تمام خانواده هایی که عزیزان خود را در این روزها از دست دادن اعلام کنم. به امید روزهای روشن برای ایرانی، برای ایران و ایرانی. افزون بر این، علی دایی به حساب سراسری چند روز گذشته پیوست رستوران تن فوریورش رو تعطیل کرد، نوشت به دلیل تعمیرات سه روز 24، 25 و 26 آبان تعطیل است. علی کریمی هم در پاسخ دعوت فیفا نوشت در حال حاضر برای من مسائل خیلی مهمتر از فوتبال وجود دارد و میخواهم در کنار هموطنانم و صدای آنها باشم، بنابراین باید با احترام دعوت شما را رد کنم.
از اون جمهوری اسلامی هم تا میتونه سعی میکنه در برابر این نافرمانی مدنی مقاومت کنه، دست و پا میزنه، میره هم اسم علی کریمی قهرمان میاره تو تیم ملی، که اگه تماشاچی ها علی کریمی رو تشویق کردن مثلا تو استودیوم، همه خیال کنن این علی کریمی بازیکن متوسط سابق سپاهان و استقلاله که داره تشویق میشه، بعد هیچ کم نمیفهمه ماجرا چیه. هرچه عمر دیکتاتوری پیرتر میشه خنگتر میشه. واقعا چند روز پیشم وزارت ورزش و جوانانشونه برام مفصلی گذاشت تو کیش، گزینشی عده لیدرهای استادیومی رو جمع کردن اونجا با پاداش و همه هزینه های سفر، بهشون به قطر بهشون دستورالعمل دادن که تو ورزشگاه های مسابقات جام جهانی فوتبال چجوری جو ورزشگاه ها رو به نفع جمهوری اسلامی مثلا به دست بگیرن و از این حرف. حالا تو این اوضاع اعضای تیم ملی فوتبال رو با سرمربیشون کیروش میبرن خدمت رئیسی گردن خم کنن تا اسمشون از لیست خط نخوره. پیش کسوتاشون علی دایی، علی کریمی، جواد نکونام، کریم باقری و و و حتی رفتن به تماشای جام جهانی رو تحریم کردن. با چه رویی به این مردم و این پیش کسوتا این بازیکنهای تیم ملی، بازیکنهای تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران بعدن نگاه میکنن اینا؟ جمهوری اسلامی مثل هر بارها گفتم تو این برنامه ها، ببخشید اگر تکراریه، مثل هر نظام فاشیستی دیگه میخواد علم و ورزش و هنر و فرهنگ در خدمت خودش باشه و در خدمت اهداف ایدئولوژیکش، برای همینه که اصلا فردیت و حقوق شهروندی اصلا وجود نداره. این همه بودجه صرف فیلمسازا و خواننده های کم مایه و کم استعداد میکنن و همزمان هر آدم خلاقی بخواد مستقل حرکت کنه یا خلاقیتش و خلاقیت هنری علمی در خدمت به حکومت نذاره، با داغ و درفش و زندان روبرو میشه. امید کوکبی یادتونه حتما، دانشجوی فیزیک اتمی با گرایش لیزر در آمریکا که سال 89 برای دیدن خانواده‌اش رفت ایران، موقع برگشتن در فرودگاه بازداشت شد، 10 سال زندان بهش دادند، در زندان سرطان کلیه گرفت، سال 95 یک کلیهش رو برداشتن و بعد بهش آزادی مشروط با وثیقه دادن. پس از گذشته بیش از 2 سال از حبس امید کوکبی، در نامه از زندان به دوست قدیمیش نوشت: بنده از سال 1384 در نوبت‌های مختلف برای مدیریت و کار در پروژه‌های فنی مراکز امنیتی نظامی دعوت شدم در ایران که دوستان و مدارک موثقی وجود دارد که این امر را تصدیق نمایند. به عنوان مثال دعوت به کار در مرکز تحقیقات دانشگاه ملک اشتر اصفهان، ارائه بورس تحصیلی دکترا از طرف سازمان انرژی اتمی ایران و پیشنهاد نامه های پروژه های سازمان صنایع دفاعی. در آخرین نمونه صبح روزی که دیرتر در نیمه شب آن روز بازداشت شدم، بنده به سازمان انرژی اتمی ایران دعوت شدم و پس از پیگیری های مکرر بالاخره مجبور شدم در آنجا حضور پیدا کنم تا در دفتر معاون سازمان جلسه ای برای گفتگو برگزار شود که بنده نیز صحبت ها و پاسخ همیشگی خود را دادم که خوشبختانه کپی برگه ملاقات آن روز هم موجود است. امید کوکبی میگه این حکم 10 ساله حبس نه برای خطای رفته از کسی، بلکه تنبیهی است برای کسی که حاضر نشده به خاطر اعتقادش به آزادی انتخاب شخصی برای برگزیدن مسیر زندگیش در داخل سیستم امنیتی و نظامی علارغم ارائه انگیزه های مالی و فنی فراوان آن مشغول به کار شود. اینو یادآوری کردم که بگم حسین رونقی نمونه فقط تازه این نخبه کشی است. حسین رونقی هم یکی از جوانایی است که از اول علمشو در اختیار حکومت نذاشت
و از خلاقیتش و علمش برای مقابله با سانسور استفاده کرد. حسین رونقی متولد 1364 در ملکان استان آذربایجان شرقی از دانشجوهای خبره نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد عراق، از دهه 80 خورشیدی به اسم بابک خرمدین وبلاگی درست کرده بود و مینوشت. سال 82 یک گروهی درست شد در ایران به اسم، در فضای مجازی به اسم ایران پروکسی، برای مبارزه با سانسور در ایران، سانسور اینترنتی که نحوه مقابله با سانسور در فضای مجازی و به اصطلاح فیلترینگ رو یاد میداد به زبان ساده. مسئول ایران پروکسی حسین رونقی بود. آذر 88 برای اولین بار بازداشتش کردن با برادرش حسن رونقی که یک ماه بعد از کلی شکنجه و داغون کردن مهره‌های گردنش حسن رونقی رو با وثیقه آزاد کردن. حسین رونقی رو نگه داشتن برای اعتراف تلویزیونی که بگه از خارجی‌ها پول گرفته تا مخالف سانسور باشه، تا اسلام عزیز رو نابود کنه. در مقاومت در مقابل اعترافگیری اجباری، حسین رونقی سوم خرداد 89 اعتصاب قضا کرد. بعد از پیگیری های مادرش برای ملاقات با او و به نتیجه نرسیدن این پیگیری ها، مادر حسین هم اعلام کرد که اعتصاب قضا میکنه، که بعد از دو هفته ناگزیر حسین به اعتصاب قضاش پایان داد و ماجرای ضبط اعترافات اجباری هم کنار گذاشته شد. فعلا تا مهر 89 حکم 15 سال زندان دادن به حسین رونقی به جرم اینکه چرا عضو ایران پروکسی هستی، چرا با سانسور مبارزه میکنی، چرا با سانسور اینترنتی مبارزه میکنی، چرا نمیذاری ما فیلتر کنیم همه چی رو، چرا به مردم یاد میدی که چجوری با فیلترینگ مبارزه کنن، چجوری دور بزنن فیلترینگ رو. حسین تو دادگاه خب حکم که میدن مثلا امضا باید بکنه، حکم رو امضا نکرد، همونجا گرفتنش زیر کتک بردنش سلول انفرادی، باز اعتصاب قضا کرد، دادگاه تجدید نظر تشکیل شد، همون 15 سال زندان رو تایید کرد. تو زندان یکی از کلیه های حسین کاملا از بین رفت. 4 آبان 90 جراحیش کردن اون کلیه رو در آوردن و هیچ مرخصی درمانی و استعلاجی بهش ندادن تا آذر 90 که باز اعتصاب قضا کرد و بالاخره تیر ماه 91 بعد از 3 سال حبس آزاد شد. منتها چه آزادی، دوباره همون سال گرفتنش تا 5 سال بعد تا اردیبهشت 95 که به تشخیص پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر بعد از 41 روز اعتصاب قضا آزاد شد. یه عکسی هست مال اون موقعی که آزاد شده سال 95. ببینین این عکس حسین رونقی قبل از زندان تو پل مپله که بعد از 41 روز اعتصاب قضا از زندان آزاد شده. اسفند 1400 حسین رونقی مطلبی نوشت در نقل این طرح سیانت اعلام شده، یادتون باشه در فضای مجازی حسین رونقی مطلبی نوشت در نقد طرح سیانت، یعنی طرح جدید سانسور اینترنت. رفتن گرفتنش، پرونده شو دادن دست حاج محمود حاج مرادی، یکی از بازپرسای بدنام قوه قضاییه. دارین مشخصاتشو میبینین دیگه، سمت بازپرس، نام پدر مام قاسم، دادسرای شهید مقدس، امنیت و آدرس شهر ری، مصطفی خمینی، شهرک رزوان، بلوک 14، طبقه همکف، واحد 2. شما تلفنش هم که دارین میبینین دیگه اگر باش کار دارین. حسین رونقی باز میاد از آخرین سلاح یک زندانی، یعنی همون اعتصاب قضا استفاده میکنه. این بار بعد از 8 روز با وثیقه آزاد میشه، اما براش نقشه دارن. قرارش برای حضور در دادسرا 2 مهر بود. گفتن فعلا آزاد، اعتصاب قضا کردی آزاد، خیلی خوب، 2 مهر باید بیای دادسرا. 1 روز قبلش میرن حسین رو بدزدن که دستشون در میره. گویا اومده بودن با آمبولانس منو ببرن،
و من از اونجا خارج شدم به هر طریقی که بود، یعنی ممکن بود تصادف کنم، ممکن بود بمیرم، و تا روز شنبه من یک جایی میمونم. شنبه صبح اول وقت میرم دادسرای اوین و با وکیلم اونجا خواهم بود. از ایران هم نمیرم، جهت اطمینان شما میخوام اینو بگم. شنبه صبح من دادسرای اوینم. اگر میخواید با پنج بوکس بزنید، اگر میخواید بکشید، اگر میخواید ما رو تیکه تیکه کنید، اینجا وطن ماست، ما از اینجا نمیریم، همینجا هم هستیم. خیلی هم صریح میگم، شنبه من اونجا هم، شما بیاید، میخواید بزنید، میخواید بکشید، میخواید هر کاری بکنید، بیاید اونجا. از شنبه صبح اومدم دادسرا، اونجا گرفتید، من همون موقع هم اتصال خوش میکنم تا ببینیم آیا توی این مملکت قرار تا آخر روال شما بر اساس گرفتن، بر اساس سرکوب، بر اساس تهدید، بر اساس ارعاب باشه. اگر چنین چیزی قراره باشه، من دفعه قبلم بهتون گفتم خیلی از افراد توی این مملکت هستن، خیلی از انسانهای وطن دوستی توی این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون آدم هام. شنبه صبح یعنی دوم مهر میخواست بره دادسرا خودشو معرفی کنه. نزدیک ورودی دادسرا تو خیابون لباس شخصی ها ریخت نظرش. هرچی فریاد میزنی میخوام برم دادسرا، میخوام بدوزنش. کانال تلگرامی انقلاب مهسا ژینا نوشته در صحنه حمله به حسین مقابل دادسرا، او پای خود را روی ماشین قرار داده تا مانع از هل دادنش به داخل خودرو شود و همینجا زانوی حسین در جهت مخالف پیچیده و آسیب جدی دید. در همین صحنه انگشت دست حسین از جا در رفت. این اتفاق 20 متری در دادسرا رخ داده و نمیتواند خودسرانه باشد. آنها میخواستند حسین را ربوده و مانند سعید زینالی مسئولیت بازداشت و قتل او را نپذیرند و همان پروژه قتل امین برزگر را درباره حسین رونقی اجرا کنن. حسین رونقی زیر شکنجه همچنان دووم میاره، اما حال عمومی جسمیش اینقدر خراب میشه که وقتی میبرنش بند عمومی، جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز بین المللی که در اوین زندانیند بیانیه مشترک سرگشاده میدن بیرون که حسین رونقی داره تو زندان میمیره. و وقتی که این بیانیه منتشر میشه، همون یک شنبه 22 آبان که بیانیه محمد رسولوف و جعفر پناهی منتشر میشه، حسین رو منتقل میکنن بیمارستان. اما باز خانوادهش میگن اگه مردم جلو بیمارستان دی پیگیر وضعیت حسین نبودند، فاجعه اتفاق میافتاد. به این دلیل که ساعت 3 بعد از ظهر یک شنبه 22 آبان حسین رونقی رو از اوین با آمبولانس میارن بیرون. بیش از 5 ساعت و نیم معلوم نیست آمبولانس با حسین رونقی کجان. ساعت 8:30 شب میرسوننش بیمارستان دی. زیر فشار جمعیت پرشمار اطراف بیمارستان دی که شعار مرگ بر دیکتاتور میدادن، پدر مادر حسین رونقی، مادر حسین رونقی تونستن تو بیمارستان دی پسرشو ملاقات کنن. پدر حسین رونقی در مورد عکس منتشر شده از پسرش رو تخت بیمارستان و عوض کردن سرم به او گفت وقتی آنها میخواستند سرومی به او وز کنن، حسین آن را از دست خود کشید و دور انداخت. دست حسین سروم نیست و تحت درمان قرار نگرفته و همه اینها دروغ است. الان 53 روز است که در اعتصاب غذاست. این یک بازی بود که از طرف بازجو و دادستان انجام شد. تو همین دوره‌ای که حسین زندانه، پدرش جلو زندان سکته میکنه و از همونجا مستقیم میبرنش بیمارستان طالقانی و خوشبختانه زنده میمونه. حسین رونقی رو از بیمارستان دی یک شنبه شب میبرن بیمارستان بقیت الله سپاه و از اونجا برمیگردونن اوین. آخرین خبری که تا این لحظه بنده دارم از حسین رونقی این است که
رو ویلچر در بهداری اوین کنار اتاق احیا نگهش داشتم. براتون میخونم عیناً پیامکی که به طور غیر مستقیم به دست من رسیده. الان فلانی تماس گرفت، به خاطر اسپاسم رودش به بهداری زندان رفته و اونجا حسین رو دیده. با ویلچر بوده و توان تکلم هم نداشته، ولی اجازه دادن که با حسین صحبت کنه و ازش خواهش کنه که اعتصاب غذاشو بشکنه، ولی راضی نشده. الان هم همون کسی که رفته اونجا حسین رو دیده، از بهداری به بند 4 رفت، گریه میکرد براش، میگفت در اوج اینکه توان حرف زدن نداشت و خیلی خیلی لاغر و نحیف شده بود، ولی میخندید به من. یکی بگه این جوون چه کرده جز این که مخالف سانسوره، که از سال 88 تا حالا، یعنی 13 ساله که زیر شکنجه است و تو زندانه و خانوادش اینقدر دارن مصیبت میکشن و تحت فشارن. چه امکاناتی جمهوری اسلامی در اختیار جوونا گذاشته جز همین زندان و شکنجه و گلوله و بیکاری و فقر و بی‌آیندگی؟ من نمیدونم اینایی که همچنان چسبیدن به قبای خامنه‌ای که پاش لب گوره و همه میدانیم، با چه روی دارن از این رهبر نظام فاشیستی جمهوری اسلامی هنوز دفاع میکنن. بریم پرده آخر. به توفیق الهی قرنها این نظام گفتیم واسه مهزاز، این یکی هم واسه انجام وظیفه مامورای. خیلی خیلی ممنونم از مردم عزیزی که همیشه احترام قائل بودن برای مقام روحانیت و مقام علم و عالم. شب و روزگار خوش.